چشمت روشن مصطفی، حسرت تموم شد. یه روزم نشد کسی بیاد پیشواز ما. رئیس، وقتی شما نامزد بودین زن داداشم اینجوری میومد استقبال. نه بابا، حالا در روم باز کنه بقیهش پیشکش. فکر کن ایشون بلندشن بیان استقبال من. خوش اومدی. مرسی. ماشاءالله شما نذاشتی ماهی تو دریا بمونه. ماهی زیاد بود. شانس توه. تو یکم اینجا وایسا صندوقا رو بار کنیم، بعد با هم میریم خونه رو ببینیم. الان میام. تو ول کن رئیس. خودت ول کن پسرم، منتظرش نذار. آخه اینطوری که نمیشه. تو دست نزن پسر، عطری که زدی حیف میشه. ای داداش، ممنون. خدافظ. همین دوره برا باش، دو روز دیگه میریم ماهیگیری. باشه. تو کسی ما رو ندیده، اول بریم خونه رو ببینیم. تو که تازه اومدی، دو روز دیگه میخوای دوباره بری؟ خب آخه پول لازمه، تا خونه تموم نشه که نمیتونیم ازدواج کنیم. بخ نکن، خیلی زشت میشی. دلم خیلی برای تنگ شده. نکن. آخه این دفعه مردم از دلتنگی. ده روز شد. خواهش میکنم نکن. باشه باشه، کاری ندارم، فقط بوست میکنم. خودم هم موندم که چطور طاقت. پس خونه رو زودتر تموم کنی که ازدواج کنی. تمومش میکنم. بعدش هم تا چند ماه نمیذارم از خونه بریم. مصطفی. یه دل سیر بغلت میکنم و بوت میکنم. خب منم میگم تا وقتی خونه تموم بشه با مامانت اینو زندگی کنیم. جایزی هم که حاضر زودتر ازدواج کنیم. چی میشه مگه؟ چی دیگه، اون موقع نمیشه جلوی دهن زنداداشو گرفت. تو کل دهکده جار میزنه که مصطفی به قولش عمل نکرد. بعدش هم مردم پشت سر تو حرف در میارن که خدا میدونه چرا عجله کردن. نه نمیشه. خونه رو تموم میکنم، بعد تو رو با لباس عروس و تورت و روبان قرمز دور کمرت تو بغلم وارد این خونه میکنم. خوش اومدی آقا مصطفی. مرسی ماما. برو برو، بعد ده روز میایی نمیگی مامانم دلش تنگ شده برم دست بوسش. بدو بدو میایی اینجا؟ چند دقیقه بیشتر نمیشه که اومدیم. اومدیم ببینیم چوبا از گرما ترک نخوردن. الان هم میخواستیم بریم مگه نه؟ همه چیزو دیگه از یاد بردی، همه چیزو. ای مامان جون، ناراحتم نکن دیگه. فاطمه گلو هم که فقط وقتی تو اینجایی میتونیم ببینیم. این چه حرفیه مامان حالیده، حداقل 5 بار اومدم دیدنتون. بابا تعدادش هم که شمرده. خب بریم. دلم واسه غذای مامانم تنگ شده، بیا. هیچی نپختم، غذا نداری. والله مامان جون من که اصلا باور نمیکنم. میگم حتی بورکینام نپختی؟ نه. مون بار چی؟ برو بابا تو هم اخلاقت هم عوض شده. مامان ناراحتم نکن دیگه.